من دو تا سوال کوچیک دارم. یکی این که راجب چاه جمکران که چقدر مورد در واقع نظر امام زمان عجل الله هست، دیگری هم راجب سوره فتح آیه دومه که یکی از این برادران سنی از من پرسیده بود که این مخل معصومیت پیامبر. من چی چاه جمکران یکیش دوم میشه؟ سوره فتح آیه دوم از قرآن کریم. سوره ته آیه دوم و چه؟ سوره فتح آیه 48. بله بله. اونجا یکی از این برادران سنی ادعا کرده بود که این به صدا مخل معصومیت پیامبر. اگر ممکنه توضیح بفرمایید که منم بتونم به اون توضیح. باشه زنده باشه. خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. خدا عافیت بده. اما چاه جمکران برادر عزیز من، چاه جمکران کدام دلیل شرعی نداره. این هست در روایات و احادیث که هر جا که انسان بخواهد امام عصر علیه السلام توسل بجوید میتواند نامه بنویسد. نامه بنویسد به حضرت صاحب الزمان علیه السلام و او را در آب روان و یا در یک چاهی بریزد و این به دست امام عصر علیه السلام میرسد. و این مخصوص جمکران نیست، مخصوص هر جای دنیا. حالا جمکران چون اون مسجد من صاحب الزمان علیه السلام و به اونجا مردم توسل میکنن به حضرت صاحب الزمان علیه السلام، اونجا اگر انسان مراجعه بکند خب اون بهتره. و اونجا اگر مراجعه بکند اون اونجا بدهد اون مانع نیست، اون شان شامل بقیه چاها و آبهای روانه هر جا بده. اما سوره فتح بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بله که خداوند متعال میفرماید که ما بله یغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید که خداوند متعال گناهان شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام را از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخشیده به آبروی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و آیه دلالت گناه کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. اما حالا تفصیل این مسئله چیست؟ من قبلا بیان کردم و برای شما گفته ام و برای شما این را ذکر کردم.